البته نکته خیلی مثبتی که آقای رویانیان داشت در بین سایر مدیرعاملایی که سقف رو رعایت نکردن، ایشون خیلی به صراحت گفت آقا من سقف رو رعایت نکردم، حداقل دروغ نگفتن. این خیلی خودش نکته. آره والد، حداقل اینکه به خصوص در این شب‌های عزیز در روزهای ماه مبارک رمضان هر چه ما سعی کنیم به حال از دروغ فاصله بگیریم، فکر کنم دیگه تو ورزش دیگه نباید این کارو انجام. شما حداقل گفتید آقا سقف رو رعایت نکردم، اون چقدر رعایت نکردید؟ قانون مداری هستید. اگه قبول دارید من راست میگم، من راستش میگم، اگه قبول ندارید خواهش میکنم از من سوال نکنید، منم خداحافظی کنم. بفهمید آخه این حرفه آقای رویانیان عزیز، اگه قبول دارین من راست میگم که من دارم راستش رو میگم، اگرم قبول ندارین که من قطع کنم خداحافظی بکنم، آخه این شرط شما میگذارید در این شبهای عزیز؟ بعد گفته می شود که شما آقای رویانیان یه نقطه مثبتشون این است که سقف رو رعایت نکردن و برخلاف بقیه راستشو گفتن. سقف حقوق بازیکنان یک قانون گذاشته شده. هر جای دنیا کسی قانون رو رعایت نکنه باید جریمه بده. حالا در ایران همه اینو رعایت نمی کنن، همه هم میگن کردیم. خب آقای رویانیان که یک کار غیرقانونی رو انجام داده ولی میگوید باریکلا. ولی شما حرفتو بزن ما ببینیم راست میزنی یا دروغ.